ایران با همگیری بیماری های عفونی غریبه نیست. از گسترش وبا از طریق بنادر جنوبی در 200 سال پیش گرفته تا اپیدمی یا آنفولانزای اسپانیایی که تحفه جنگ عالمگیر اول بود. این همگیری ها نه تنها بر زندگی مردم عادی تأثیر گذاشتند که بر سیر تحولات سیاسی در ایران از انقلاب مشروطه گرفته تا پیدایش نظام نوین بهداشت عمومی تأثیر گذار بودند. دکتر امیر ارسلان افخمی از معدود پژوهشگران تاریخ پزشکی است که در این باره تحقیقات مفصلی کرده. آقای افخمی پزشک متخصص در علوم اعصاب و همینطور بهداشت جهانی است. او همچنین دارای مدرک دکترا در زمینه تاریخ است. مشکلات مردم ایران در آن زمان چه بود؟ چطور بر آن مشکلات فائق شدند و آیا با گسترش ویروس کرونا در ایران امروز میتوان از آن زمان درس‌هایی آموخت؟ آقای افخمی، تحقیقات که در زمینه تاریخ انجام دادید تا حد بسیار زیادی مرتبط هست با بهداشت عمومی و کتابی هم که در این باره نوشتید هم مربوط میشه به همگیری هایی که در دوران معاصر در ایران رخ داده. یک مقدار در مورد پایان نامه دکتراتون و همینطور کتابی که بعدها نوشتید در این باره توضیح بدید. تحقیقات دکترای من رو همگیری ها و بهداشت عمومی در ایران در قرن 19 و قرن 20 است و الان بیشتر تحقیقاتم روی تاریخ پزشکی و تاریخ امراض واگیری در ایران است و رو تاریخ پزشکی در آمریکا. من به فارسی میپرسم ولی شما میتونید به انگلیسی پاسخ بدید. این روزها در رسانه ها بسیار صحبت میشه از گسترش آنفولانزای اسپانیایی بعد از جنگ جهانی اول، بیماری که در ایران قربانیانش بسیار بیشتر از کشورهای دیگر بود به نسبت جمعیت. چه تشابهی وجود داره با اون همگیری که 100 سال پیش سالهای پایانی جنگ جهانی اول رخ داد با همگیری ویروس کرونا جدید که در حال حاضر ایران و دیگر نقاط جهان رو گرفتار کرده؟ در واقع نکات مشترک خیلی زیادی بین نحوه شیوع آنفولانزای اسپانیایی و آنچه که امروز در ایران به واسطه همگیری کرونا می‌بینیم وجود داره. اجازه بدید اول در مورد نحوه ورود آنفولانزای اسپانیایی به ایران در اون زمان توضیح بدم. اولین موج همگیری آنفولانزای اسپانیایی از ناحیه شمالی یعنی از روسیه و از طریق کشتی‌های بخار و مسیرهای ریلی آسیای مرکزی و منطقه قفقاز و کشتی‌های بخار در خلیج فارس وارد کشورمون شد. یعنی سیستم‌های حمل و نقل جدید و تجارت بین‌الملل تأثیر خیلی زیادی بر ورود و گسترش این بیماری در داخل ایران داشت. اولین شیوع وسیع هم توی شهر مقدس مشهد اتفاق افتاد. اساساً مشهد بود که نقش کانون رو ایفا کرد و یا دست کم موج اول بیماری رو به بقیه نقاط کشور فرستاد و شیوه این شیوع هم تفاوت زیادی با آنچه که امروز در مورد کرونا می‌بینیم نداشت. مرگ و میر ناشی از آنفولانزای اسپانیایی توی ایران بیشتر از جاهای دیگه بود. البته بحث‌های زیادی در مورد اعداد و ارقامی که من از این مرگومی بهش رسیدم انجام شده و اینکه همین چند وقت پیش من به عنوان ویراستار میهمان در شماره جدید مجله بین‌المللی ایران شناسی کار کردم و اونجا در مورد منابع مختلف موجود در مورد مرگومیرهای جنگ جهانی اول صحبت کردم. اونجا نتیجه گیری من این بود که به صورت کلی مرگومیر اون دوره ایران لزوماً به واسطه قحطی به عنوان یک عامل مستقیم نبوده. در واقع مرگ این افراد به خاطر پدیده چند ابتلایی مرتبط با قحطی رخ میده. یکی از اون چند موارد ابتلا هم آنفولانزای اسپانیایی بوده. میخوام بگم که اگه ورود آنفولانزای اسپانیایی در اون دوره با قحطی سراسری در کشور همزمان نمیشد، آمار مرگ و میر این بیماری اینقدر بالا نمیرفت. اگه مردم گرسنه نبودن و ضعیف نشده بودن. دقیقاً. با این حال من معتقدم که عوامل مختلفی وجود داره که جالبن و این چند عاملی هنوز هم در ایران نقش بازی میکنه. بر اساس تحقیقات من اون مناطقی از کشور که شیوع بسیار بالایی از مالاریا رو تجربه کرده بودند، در اونها شیوع آنفولانزای اسپانیایی هم گسترده تر بود. یعنی اونایی که مالاریا گرفته بودند با خطر بیشتری در مورد ابتلا به آنفولانزای اسپانیایی روبرو بودند. همینطور اونایی که تریاک مصرف میکردند و میدونیم که مصرف تریاک در آغاز دوره پهلوی رواج زیادی داشته.
نه فقط به دلایل اجتماعی، بلکه به خاطر اینکه خیلی ها میخواستن به وسیله تریاک از درد و رنج ناشی از قحطی کم کنن و در واقع مصرف تریاک ریسک ابتلا رو در اون افراد بالا میبرد. علم ثابت کرده که تریاک و هروئین ساختار ایمنی بدن رو در مقابل بیماری های ویروسی مثل آنفلانزا ضعیف میکنه. به صورت کلی مسئله همه‌گیری در ایران امروز هم در همون الگو ساختار داره کشته میده و این موضوعیه که ارزش بررسی و پژوهش داره. اون زمان چه اتفاقی افتاد که این بیماری ها انقدر سریع در سطح کشور گسترده می شدن؟ جالبه که ابعاد مشترک خیلی زیادی بین شیوع آنفلانزای اسپانیایی و آنچه که امروز در مورد کرونا می بینیم وجود داره. بحث تجارت و باز شدن مسیر ایران برای پیوستن به بازرگانی بین‌المللی در قرن 19 هم که همین دروازه ایران رو برای ورود همه‌گیری جهانی وبا هم باز کرد. ایران پیشتر در قرن 18 و بعد از سقوط سلسله صفوی وارد دوره‌ای طولانی از جنگ داخلی و ناآرامی شده بود و بخش اعظم تجارتش با دنیای بیرون تحت تأثیر قرار گرفته بود. گزارش‌های کمپانی هند شرقی بریتانیا میگه که در دو سوم خونه‌های شهر اصفهان در ربع آخر قرن 18 قفل بود، چون ساکنین شهر که پایتخت سلسله صفوی بود به خاطر همه‌گیری از اونجا فرار کرده بودند و همین تعطیلی پایتخت باعث سقوط سطح تجارت ایران شده بود، به طوری که نرخ تجارت حتی در اواخر قرن 19 به یک پنجم چیزی رسید که در دوره رونق سال 1720 شاهدش بودیم. ولی با ظهور سلسله قاجاریه و سلطه یک حکومت مرکزی پایدارتر، مسیرهای تجاری کشور هم به سوی شرق و هم به سوی غرب بازگشایی شدند. از جنوب با بریتانیایی‌ها در خلیج فارس، از غرب هم به سوی امپراتوری عثمانی و در شمال از طریق روسیه. این روابط تجاری فرصتی رو فراهم کرد که بیماری مثل وبا که در هند همه‌گیر شده بود از طریق کشتی‌های تجاری بریتانیا به کارخانه‌های متعلق به کمپانی هند شرقی در خلیج فارس وارد و از همونجا در سطح ایران منتشر شد و همین در واقع سطح همه‌گیری رو به سطح همه‌گیری جهانی افزایش می‌داد، چون توی همون دوره ایران مثل الان که در مورد کرونا می‌بینیم تبدیل به پایگاهی شد که از طریق اون بیماری وارد روسیه و امپراتوری عثمانی شده و از اونجا به اروپا و آمریکا راه پیدا کرد. و دولت‌ها در اون زمان آیا از دانش لازم و همینطور سازماندهی لازم برای جلوگیری از گسترش این بیماری‌ها برخوردار بودند یا نه؟ Not initially. اولش نه. وقتی که بیماری به سطح همه‌گیری رسید، زمان اولین موج شیوع وبا در دهه 1820، تصور این بود که بخارهای مسموم یا عارضه به هم ریختن تعادل اخلاط اربعه عامل اصلی بیماری بود و در این زمینه ایران و اروپای غربی دیدگاهشون مشترک بود. ولی با تحقیق جان سنو و همچنین ظهور جنبش‌های تحول سلامت در غرب، کم کم رابطه نزدیک بین آب و نقش اون در انتقال وبا قبل از نیمه دوم قرن 19 کشف شد و همین منجر به ایجاد تغییرات زیرساختی در غرب و پایتخت‌های اروپای غربی شد. در نتیجه اونا تونستن زنجیره شیوع وبا در کشورهای خودشون رو قطع کنن، در حالی که همزمان در ربع آخر قرن 19 و دهه اول قرن 20 همین بیماری داشت همچنان در ایران جولان میداد. باید اضافه کنم که قبل از دهه آخر قرن 19 عامل باکتریایی وبا توسط رابرت کوخ کشف شده بود. همین کشف مسیر تشخیص بیماری رو در افراد آسان‌تر کرد و نقش تمهیدات بهداشتی در اروپای غربی به منظور کنترل بیماری رو تقویت کرد، چیزی که همزمان در ایران اون دوره نمی‌دیدیم. در زمان ناصرالدین شاه اما دولت سعی کرد که هم قرنطینه اعمال کنه در بعضی از نقاط و هم که در تهران مثلا دستور دادن که آشغال‌ها از خیابون باید جمع بشه و در خیابان‌ها باید نظافت رو رعایت کنن و سطح شهر باید تمیز بشه. این آیا تأثیری داشت یا نه و اینکه مردم چطور برخورد کردن با این دستورها؟ متاسفانه ضعف دولت مرکزی به خصوص مسائل مالی شخصی ناصرالدین شاه و تضعیف دولت بعد از جنبش تنباکو در دهه 1890 همه باعث شده بودند که دولت نتونه سیاست کنترلی مؤثری رو در این زمینه در سطح سراسری اعمال کنه و تمهیدات بهداشتی رو اونطور که باید در سطح کشور ارتقا بده. حتی در تهران هم که پایتخت بود، این اقدامات محدود به مناطق اطراف کاخ سلطنتی و ارگ میشد و در محلات دیگر شهر همچنان زباله در خیابان یا اونور دیوار شهر در نزدیکی شبکه قنات‌های آب دیده میشد. و مهمتر این که حتی بعد از دوره ناصرالدین شاه و زمانی که همه جا عامل وبا شناسایی و مشخص و واکسنش هم کشف و معرفی شده بود، همچنان میبینیم که در ایران اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی در سطح سراسری انجام نمیشد و تلاش در جهت کنترل شیوع وبا صورت نمی گرفت. باورهای عامه
و همینطور نقش مذهب در احیانا مقابله یا گسترش این بیماری ها در اون زمان به چه صورت بود؟ طبقه مذهبی ایران عمدتاً با دیدگاه‌های نوین در حوزه سلامت و بهداشت ابراز مخالفت می‌کردند. اگرچه باید توضیح بدم که این موضوع همیشه صدق نمی‌کرد. می‌خوام بگم که خیلی از مصلحان اون دوره، از جمله اونایی که به دنبال تحول در حوزه بهداشت بودند، دارای عقبه مذهبی بودند و یا تحصیلات مذهبی داشتند. یعنی این قاعده که مذهبی‌ها مخالف تحولات بهداشتی بودند کلی نبود. با این حال ولی باید بگم در مجموع از طرف اکثریت رهبران مذهبی در مقابل تمهیدات نوین و سختگیرانی بهداشتی که در تقابل با برخی احکام شرعی بود مقاومت نشون داده میشد. مثلا خاکسپاری در اماکن مقدس یا قرنطینه کردن زائران در زمانی که یک شیوع گسترده اتفاق می افتاد. که نمونه اون همگیری وبا در سال 1904 و یا پیشتر در دهه 1890 بود. حتی اغلب این همگیری ها توسط رهبران مذهبی و طبقه سنتی بازار ایران به عنوان وسیله استفاده می شد برای بسیج اعتراض و نارضایتی عمومی علیه نفوذ اقتصادی غرب. یعنی به نوعی این دو قشر از قضیه شیوع بیماری در جهت مقاصد سیاسی و تأمین منافع اقتصادی خودشون در داخل کشور بهره می گرفتند. یک موردی که من در نوشته‌های شما نگاه می کردم، یک موردی که دیدم اشاره هست به وقوع وبا در زمان مظفرالدین شاه سال 1904 1283 در ایران و تبعاتی که بر روی اقتصاد داشت، بر روی زندگی مردم داشت و این باعث نارضایتی شد که در نهایت از جمله مواردی بود که منجر به انقلاب مشروطه شد. معیشت مردم چقدر تحت تاثیر این بیماری ها قرار می گرفت و این چه تأثیری بر اقتصاد کشور داشت؟ تأثیرش خیلی عمیق بود، چون محدودیت‌های مختلفی روی فعالیت‌های کاری اعمال می‌شد. اینکه کشاورزان نمیتونستن سر زمین برن و محصولی تولید نمیشد منجر به کمبود مواد غذایی و در نتیجه افزایش قیمتها و یک تورم 7% در اون دوره شد. همه این در کنار اقدامات دولت در زمان همه‌گیری مثل سنگین کردن مالیات گمرکی مجموعاً باعث یک فلاکت اقتصادی عمومی شد که نتیجه نهایی اون بروز انقلاب مشروطه در ایران بود. با در نظر گرفتن این، حتی در اسناد مخفی نهادهای سری اون زمان مشخصاً و مرتباً به مسئله وضعیت نامطلوب سلامت عمومی در ایران اشاره می‌شد و اینکه ایران شاهد این بیماری‌های همه‌گیر و شیوع گسترده وبا بود. اونم در زمانی که دیگه در کشورهای غربی خبری از این مشکل نبود و این بیماری‌ها کنترل شده بودند و همه‌گیریشون به اتمام رسیده بود. بنابراین اساساً عملکرد دولت ایران در مدیریت این بیماری‌ها با عملکرد دولت‌های غربی قیاس و ارزیابی می‌شد و ایرانی‌ها به صورت روزافزون و از طریق تلگراف و جراید و ارتباطات با دنیای بیرون از یک انقلاب در حوزه بهداشت و سلامت در کشورهای غربی آگاهی پیدا می‌کردند. انقلابی که تونسته بود تا حد قابل توجهی به همه‌گیری وبا در قرن 19 چیره بشه. با همه مشکلاتی که بود، حکومت چه زمانی به این نتیجه رسید که بخواد سیاست‌های مدرن بهداشتی رو به اجرا بگذاره؟ First I would argue with the vaccines and later with the epidemiological movement of the اول باید بگم که مبحث واکسیناسیون در ایران و متعاقباً جنبش‌های همه‌گیری شناسی دهه 1850 در واقع به زمان عباس میرزا در دوره سلطنت فتحعلی‌شاه برمی‌گرده. زمانی که اولین گروه دانشجویان ایرانی برای تحصیل طب به کشورهای غربی اعزام شدند. ولی در ایران یه نظام بهداشت عمومی موفق به معنای واقعی اون تا قبل از شروع جنگ جهانی اول هنوز پایه‌گذاری نشده بود. البته شکی نیست که در زمان امیرکبیر تلاش‌های گسترده‌ای برای برنامه واکسیناسیون سراسری برای ریشه‌کن کردن آبله صورت گرفت. ولی همه این طرح‌ها کم عمر، محدود و نسبتاً ناموفق بودند. اما با نزدیک شدن جنگ جهانی اول که با دوره مجلس دوم همزمان شد، شاهد بروز کادر جدیدی از اطبای خواهان اصلاحات در نظام سلامت هستیم که وارد مجلس میشن و پیگیر تغییر فرهنگ سلامت عمومی ایران هستند و شروع میکنن به تعیین چارچوبهایی که در قالب اونها ایرانیا بتونن خودشون نقش پررنگتری رو در کنترل قرنطینه‌های مرزی ایفا کنن.
این قرنطینه های مرزی عمدتا در اختیار انگلیسی ها و روس ها بود و به همین دلیل اولویت اونا بیشتر منافع کشور خودشون بود تا یه تلاش واقعی در جهت کنترل بیماری در ایران. در این حال اون اطبای تحول‌خواه ایرانی به دنبال راه اندازی طرح‌های سراسری از جمله نظام واکسیناسیون آبله بودند که بتونن کم کم بعضی از این همه‌گیری‌ها رو در کشور شکست بدن. ولی نکته اینه که بیشتر این تلاش‌ها به دلیل هرج و مرج و ناآرامی ناشی از جنگ جهانی اول با شکست روبرو شد. اما زمانی که ایران داشت به نوعی این سیستم رو پایگذاری می‌کرد، ترکش هرج و مرج جنگ جهانی اول به ایران رسید. درگیری‌های داخلی و افت اقتصادی و در کنار همه اینها وضعیت نامطلوب مرزها مانع پیشرفت قابل توجه ایران در زمینه تحولات بهداشتی شد. با وجود همه اینها ایران تونست تا اون زمان به نوعی زیرساخت اصلی نظام سلامت خودش رو پایه‌گذاری کنه. بنابراین بعد از جنگ جهانی اول و در کنار ظهور یک دولت مرکزی مقتدر این موضوع میسر شد. چون ببینید لازمه یک نظام بهداشتی کارآمد وجود یک حکومت مرکزی قدرتمنده که بتونه برنامه‌های سراسری مناسب در حوزه سلامت رو تمام و کمال به اجرا در بیاره. با ظهور رضا شاه و شروع دوره پهلوی در سال 1925 و توازن بودجه دولت توأم با طرح‌های نوین سلامت در سطح ملی به تدریج اون بیماری‌ها و همه‌گیری‌ها از جمله وبا پس زده شدند. اوایل کار در زمان شیوع مجدد این بیماری‌ها ایران مجبور بود که دوباره به روابط خودش با کشورهای خارجی تکیه کنه. مثلا در دهه 1920 وقتی وبا دوباره برگشت، دولت رضا شاه از آلمان تقاضا کرد که سرم‌های واکسن وبا رو از طریق هواپیما به جنوب ایران ارسال کنند که دولت بتونه مانی ورود وبا از عراق و گسترش اون در مناطق جنوب غربی و جنوبی و سراسر کشور بشه. بعدن که به آخرای دهه 1920 می‌رسیم، شاهد پیش رفت انستیتوی پاستور هستیم. در دهه بعد با تأسیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی می‌بینیم که ایران عملاً نظام واکسیناسیون بومی خودش رو پایه‌گذاری می‌کنه و باید تأکید کنم که این سیستم نه تنها بومیه بلکه پا به پای فناوری روز دنیا جلو میره. این رو در دهه 1950 می‌بینیم، زمانی که ایران یه رویکرد جدید در مورد واکسن ضد هاری به کار می‌گیره. در واقع در دهه 1950 و 1960 رویکرد متنوع و چند وجهی ایران در حوزه سلامت عمومی کمک کرد که این کشور به یکی از قدرت‌های منطقه در زمینه کنترل انواع همه‌گیری‌ها تبدیل بشه. اشاره کردید به انستیتو پاستور. در حقیقت به وجود آمدن این مؤسسات و گرایش به انجام تحقیقات در این باره و آوردن این متخصصان از خارج به ایران، بخشش نتیجه گسترش آنفولانزای اسپانیایی در زمان جنگ جهانی اول بود. این رو میشه از به نحوی ارمغانهای جنگ در ایران دونست. That's been one of my arguments. همین یکی از نکاتیه که من همیشه مطرح کردم. کسایی که این دور از تاریخ ایران رو مورد مطالعه قرار دادن میدونن که در این مقطع شهر شیراز یکی از کانون‌های پرتلفات شیوع آنفولانزای اسپانیایی در سال‌های 1918 و 1919 بود. فرماندار اون دوره شیراز هم کسی جز فرمان فرما نبود. پسر او فیروز میرزا به همراه هیئت ایرانی در کنفرانس پاریس بعد از جنگ جهانی اول شرکت کرد. فیروز میرزا به واسطه تجربیات علمی خودش و خانواده‌اش به انستیتو پاستور میره و کمک میکنه که انستیتو پاستور صاحب یه ساختمان جدید بشه و برای این کار حتی ملک شخصی خودش رو وقف تأسیس آزمایشگاه‌های اولیه در این پروژه میکنه. حالا که در آستانه 100مین سالگرد تأسیس انستیتو پاستور هستیم، باید بگم که این نهاد واقعا در زمینه ارتقاء تحقیقات میکروبیولوژیک در ایران عالی کار کرده. انستیتو پاستور در ایران تونسته پژوهش‌های این حوزه رو که در دهه‌های 50 و 60 و 70 ظهور پیدا کرد در داخل ایران شکل بده و هدایتشون کنه. در واقع مؤسسه تونسته ایران رو در جایگاه یکی از قدرت‌های حوزه میکروبیولوژیک در سطح جهان مطرح کنه. حالا اگه بخوایم مقایسه‌ای بکنیم بین آن چیزی که 100 سال پیش رخ داد با اون چیزی که امروز داره اتفاق می‌افته، شما چه تشابهاتی رو بین اون همه‌گیری و این همه‌گیری می‌بینید؟ از نظر من یه سری ممانعی که سر راه مبارزه مؤثر و به موقع برای کنترل همه‌گیری وبا در زمان مظفرالدین شاه در سال 1904 وجود داشت، الان هم در مسئله ویروس کرونا در ایران شاهدش هستیم.
یا به همین صورت این تشابهات رو در همه‌گیری آنفلانزا در دهه 1919 و 1918 می‌بینیم. منظورم اینه که در شیوه برخورد با تمام این بیماری‌های همه‌گیر، نظام سلامت ایران همیشه دچار سیاست‌زدگی شده و منافع رهبران مذهبی تعیین کننده شیوه مبارزه با همه‌گیری و اقدامات حوزه سلامت بوده. همه این عوامل دست به دست هم داده که ایران با سرعت و گستردگی بسیار بیشتر از اون چیزی که معمول هست با این همه‌گیری‌ها روبرو بشه. البته من تردیدی ندارم که ویروس کرونا در هر صورت وارد ایران می‌شد. مطلقاً جای سوال نداره که ایران به هر حال باید با شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کرد. ولی بحث اینه که چرا با این سرعت گسترش پیدا کرد؟ آیا واقعا لازم بود که منحنی آمار مرگ و میر کرونا تا اینقدر شیب تند و مرتفعی داشته باشه؟ اگر حکومت منافع سیاسی رو کنار میذاشت و شفاف عمل میکرد، مسئله فاصله گیری اجتماعی رو ترویج میکرد و به جای دعوت کردن مردم به پای صندوق رای، انتخابات مجلس رو به منظور جلوگیری از شیوع کرونا به تعویق مینداخت، مثل نمونه اخیر در آمریکا که دیدیم یک سری از ایالت‌ها انتخابات درون حزبی رو برای ریاست جمهوری این کشور عقب انداختن، اگر دولت ایران سفر به چین و از این کشور رو محکم و قوی رصد می‌کرد، اگر حکومت مقتدرانه روی زیارت حرم حضرت معصومه در شهر قم که کانون شیوع بود محدودیت‌های جدی اعمال می‌کرد، اون موقع به نظر من شیوع کرونا در ایران به مراتب ابعاد کوچکتری به خودش می‌گرفت. ولی متأسفانه اگرچه حکومت الان داره سعی می‌کنه که خودش رو برسونه و یه سری اقداماتی رو که نمونه‌هاشو الان ذکر کردم داره اعمال می‌کنه، ولی متأسفانه این تمهیدات خیلی محدود هستند و برای نتیجه بخش بودن اونا دیگه خیلی دیر شده. از این لحاظ و در مقایسه با گذشته تا حدودی شاهد تکرار یک الگوی قدیمی هستیم. سال 1904، 116 سال پیش، در زمان شیوع وبا در ایران، دولت تضعیف شده مظفرالدین شاه یارای روبرویی با طبقه رهبران مذهبی رو نداشت و نمیتونست کاروانهای زائران شیعه رو که از عراق به مشهد میرفتند محدود کنه. دولتی که توان این رو نداشت اراده خودش رو در مورد قرنطینه در مرزهای کشور اعمال کنه، چون به دلایل اقتصادی زیر نفوذ انگلیسی ها و روس ها بود و این دو کشور کنترل سیستم قرنطینه رو به ترتیب در خلیج فارس و مرزهای شرقی در اختیار داشتند. به این دلایل دولت قادر به ممانعت از ورود بیماری به کشور نبود و ضعف حکومت مرکزی تحت امر مظفرالدین شاه مانع نهادینه شدن اصلاحات زیرساختی مورد نیاز در حوزه سلامت به منظور کنترل شیوع وبا و تکرار دوباره اون از زمان حکومت پدرش بود. حالا برای مثال بیاین این رو مقایسه بکنیم با شیوع وبای التور در دهه 1960 در زمان حکومت پهلوی. التور یه نژاد جدید از وبا بود که بسیار قوی تر بود و دارای توان همه‌گیری بیشتری نسبت به تمام نژادهای قبلی و اجداد خودش بود. شیوع وبای التور از سمت شرق ایران بود، ولی دولت پهلوی برخلاف زمان مظفرالدین شاه تونست خیلی سریع قرنطینه‌های مرزی رو راه اندازی کنه و تمهیدات بهداشت عمومی رو خیلی جدی اعمال کنه. حتی توی یه مورد مامورا به یک گردشگر آلمانی که سعی کرده بود از یکی از قرنطینه‌های کشور فرار کنه شلیک کردن و همین منجر به بروز مناقشه سیاسی بین ایران و دولت آلمان غربی در اون زمان شد. به هر حال دولت ایران برای کنترل شیوع بیماری خیلی سختگیر بود. ایران یه طرح واکسیناسیون سراسری رو راه انداخت، واکسنی که خودش تونسته بود با همکاری سازمان بهداشت جهانی و نهادهای بین‌المللی دیگه تولید کنه. این واکسن که یک ماده ضد میکروب پیشگیری کننده بود، دارای توان تأثیر دو برابری در مقایسه با نمونه مشابه آمریکاییش در آن زمان بود. این طرح واکسیناسیون به صورت سراسری اجرا شد و حتی اعضای خانواده سلطنتی پهلوی رو هم شامل میشد و هیچ کس از تزریق این واکسن مستثنا نبود. همه باید تو این طرح پوشش داده می شدن. این طرح با مسائل سیاسی قاطی نشده بود. کاری نداشتند که شما کی هستید، همه رو باید واکسن می زدن. به همین خاطر دولت تونست تا حد بسیار زیادی شیوع وبای جدید رو کنترل کنه، در حالی که همون زمان توی اتحاد جماهیر شوروی دولت آمار مرگ و میر وبا رو پنهان می کرد و رویکردی مخفیانه رو پیش گرفته بود. مسکو با تلاش های جامعه جهانی برای کنترل بیماری همکاری نمی کرد و به مبارزه با شیوع در کشور رنگ و بوی سیاسی داده بود. همه اینها باعث شد که دولت 5 سال تمام درگیر وبای التور باشه و بیماری در سراسر شوروی و حتی به منطقه کریمیه در قلب کشور هم برسه. میخوام بگم برخلاف شوروی در نیمه دوم قرن 20 دولت وقت ایران تونست یه زیرساخت کارآمد و بسیار محکم برای رویارویی با همه گیری ها رو بنیانگذاری کنه.
البته حتی در 20 سال اخیر هم ایران تونسته خودش رو به عنوان یک کشور بسیار حرفه‌ای و یکی از پیشرفته ترین ها از لحاظ نیروی انسانی، برنامه ریزی برای رویارویی با همگیری ها و سیستم رصد و گزارش نشون بده. با وجود همه اینها معتقدم در مورد شیوع کرونا در حال حاضر در ایران ضعف های بسیار زیادی وجود داره که باعث شده این همگیری نسبت به اون چه که میبایست خیلی پررنگ تر و پرتلفات تر بروز کنه. آقای دکتر امیر ارسلان افخمی، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. ممنونم و به بینندگانتون.